به نام خدا. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز کانال آقای ربات. بنده محمد رضا آبادی هستم و جلسه 18 از دوره جامعه جاوا اسکریپت در خدمت شما عزیزان هستم. تو این جلسه با هم دیگه می‌خوایم فانکشن ها رو بررسی کنیم، ببینیم فانکشن ها به چه دردی می‌خورن، چطور می‌تونیم از اون استفاده بکنیم و بهتر با اونا آشنا بشیم. خب بریم سراغ جلسه خودمون. ابتدا می‌ریم و تگ اسکریپت رو اینجا ایجاد میکنیم، اسکریپت و SRCش هم بهش میدیم، SRC پوشه JS و فولدر اسکریپت رو اسکریپت برامون انتخاب میکنیم. یه تست هم بزنیم، alert همین hello کفایه یا حالا دیگه خودش پیشنهاد hello مشکلی نیست. اوپنین دیفالت براوزر، همونطور که دارید میبینید الان داره ما هلو ورلد رو نشون میده و فایل جی اس رو به خوبی کار میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ فانکشن ها و ازش مثال بزنیم، من میام و روی پینت در مورد فانکشن توضیح بدم که خیلی خوب و روون یاد بگیرید که فانکشن چی هستش و چه کار بگیره. قبل از اینکه سراغ مثال بزنیم من این آمادش بکنم. خب فانکشن در واقع یه جور مثل کارخونه است که میتونه ورودی داشته باشه، میتونه ورودی نداشته باشه. ورودی یعنی چی؟ مثلا کارخونه هستش، کارخونه ماشین سازی من یه مثال بزنم، یه سری قطعات فلزی بهش میدیم و به ما ماشین تحویل میده، خروجیش ماشینه. این یه جور کارخونه است که یه کاری رو انجام میده، حالا میتونه هر جور کارخونه ای باشه. یه سری کارخونه هم هستن مثلا ورودی بهش چیزی بهش نمیدیم، یعنی چیزی بهش نمیدیم که بخواد خروجی بده، فقط خروجی میدیم. این دو جور نحوه ایجاد کردن فانکشن هستش، یعنی میتونیم هم ورودی بهش بدیم هم ورودی بهش ندیم. یعنی اگه ما بیم اینجا یک مثالی بزنیم که مثلا این یه کارخونه که میتونیم بنویسیم فانکشن به این شکل هم بولدش کنیم، بولدش کنیم سیستم کمی خنگه به خاطر رندر بهتر فیلم ها. این یه فانکشن هستش که میتونه دوتا ورودی داشته باشه، ورودی هاش هم میتونه حالا از این سب مثلا بگیم، اینجا ورودی دریافت میکنه به این شکل، از اینجا میایم یه سری ورودی بهش میده، یه سری مقادیر رو بهش میدیم به این شکل اینجا وارد میشه و از این طرف هم میتونه اون خروجی کار به ما بده به این شکل. مثلا بهش ما اینجا دایره میدیم و اونم به ما میاد مثلا لوزی دارم یه چنین کاری رو میکنه فانکشن. و یه مزیتی هم که داره اینه که ما میتونیم یک بار ایجاد بکنیم کافره رو و هزار بار ازش در هر زمانی ازش استفاده بکنیم. این معنای خیلی ساده از فانکشن هستش که امیدوارم با مفهوم فانکشن آشنا شده باشید. حالا بریم سراغ مثال خودمون. خب توی مثال خودمون میایم یک فانکشن ایجاد میکنم. قبلش من میام یه تگ پی اضافه میکنم برای نمایش، برای یه خروجی گرفتن. اون خروجی فانکشنمون رو داخل تگ پی قرار میدم، بهش آیدی دمو میدم، آیدی دمو، این از آیدی دمو، و میام سراغ اسکریپت خودم داخل این اینا برش میدارم. بریم سراغ فانکشن. سینتکس فانکشن به این شکلی که باید بیاریم از کلمه کلیدی فانکشن استفاده بکنیم، به این شکل کلمه فانکشن رو قرار میدیم و بعد از فانکشن میایم یک اسم برایش به صورت دلخواه استفاده میکنیم. مثلا می نویسیم my function به این شکل و بعد از اسم اون فانکشن باید حتما از پرانتز باز و بسته استفاده بکنیم، چه ورودی داشته باشه چه نداشته باشه. حالا ما به اون ورودی ها میگیم پارامتر، توی برنامه‌نویسی بهش میگیم پارامتر. و بعد از اون هم داخل کرلی براکت یا همین براکت های فرفری میاییم اون کد هامون رو قرار میدیم داخلش، می اون کدمون رو میدیم مثلا میگیم ماشین بساز یا پراید بساز، پیکان بساز،
هر چیز میتونیم بهش بگیم، مثلا گوشی بساز، کامپیوتر بساز، اون چیزی که میخوایم ما اینجا بهش میگیم دستوراتمون. مثلا میخوایم بهش بگیم که دو به علاوه دو برای ما نشون، مثلا دو به علاوه دو رو میتونیم نشون بدیم. خب همین شکلی نمیتونه نشون بده، باید بیاییم مثلا اون جوابی که ما اینجا داریم یا اون کدی که نوشتیم ما بیاییم ریترنش کنیم، یعنی برش کردیم تا بتونه به اون خروجی هم بده. یعنی باید قبل از اون کدمون بیاییم بگیم ریترن کنیم، ریترن ریترن میاد این جواب این دو دوتا را به ما برمیگرد، سمیکولن هم میذاریم و تمام. خب اگه من الان بیام از کارم خروجی بگیرم و رفرش بگیرم هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه ما در واقع فانکشنمون رو ساختیم ولی صداش نزدیم، باید بیم صداش بزنیم. چطور میتونیم صداش بزنیم؟ میتونیم بیاییم به این شکل بگیم که مثلا داخل تگ پیمون که همون آیدیش دمو هستش بیا و توی اونجا به ما اینو نشون بده. آیدی دمو رو بگیر و داخل دات در واقع داخل inner.html مقدار my function رو نمایش بده. my function، این از my function باید بیان پرانتز باز و بسته شون حتما قرار بدیم تا متوجه بشه که این یک function هستش و میخواییم function رو اجرا بکنیم. اگه ما اینو نذاریم و بیان به همین شکل ازش خروجی بگیم، خب به ما در واقع خود همون متن در واقع خود همون کدمون رو میاد به صورت یه object برای ما برمیاد و خب ما اینو نمیخوایم، ما جوابمون رو میخوایم. پس باید بیایم اینجا بهش به این شکل نشونش بدیم و الان ازش اگه خروجی بگیریم اینجا 4 رو به ما برمیاد. اینم این خروجی ما. پس باید حتما بیایم و ریترنش رو بزنیم. این یه جور استفاده از فانکشن هستش. میتونیم بیایم اینجا داخلش متغیر بسازیم، داخلش میتونیم هر چیزی رو بخوایم رفتار بدیم، هر کدی بنویسیم بیاییم و یعنی مثل بیرون فرق نمیکنه، فقط ما می داخل این فانکشن قرارش می مثلا این let نامبر یک مثلا نام یک مقدارش هستش 55 و متغیر دیگه می سازیم با نام دو مقدارم براش در نظر می گیریم مثلا چی مثلا 3 و یه متغیر دیگه هم می سازیم که این جواب این دو تا متغیر داخل اینجا رو بیاییم قرار بدیم. این هم میتونیم نامه یکی به مشکل دار نخوره. let اینجا چی قرار میدیم؟ مثلا میگیم sum مجموعش میخواییم نمایش بدیم. خیلی خب، برای مجموعش هم که باید بیاییم نامه یک رو با نامه دو جمع کنیم، نزدین و نامه دو میاد اینا با هم دیگه جمع میکنه و داخل این sum قرار میدیم. و خب ما یه الان بیم از کارم خروج بگیم چه اتفاق میفته؟ در واقع مقدار undefined برگردونده میشه. چرا undefined برگردونده میشه؟ برای اینکه الان نمیتونه اینجا هیچ چیزی برگردونده نشده، یا با چیزی تعریف نکردیم. ما اینا تعریف کردیم ولی اینجا ازش اجرام گرفتیم، صداش زدیم، فانکشن میمونه ولی کار نداره. چرا؟ گفتیم که باید بگیم از return استفاده کنیم، بگیم این جواب ما رو برگردون. یه چی میخوای برگردونم؟ میگم این مقدار سام رو برای من برگرد. پس میاد متغیر سام رو برای من برمیاد که عدد 58 هست. این به این شکل ما گفتیم که فانکشن ها به این شکل هستن که میتونیم ازشون پارامتر هم دریافت کنیم، یا میتونیم بهش پارامتر بدیم، یعنی دریافت کنیم، میتونیم بهش پارامتر بدیم. چجوری؟ یعنی پارامتر بهشون بدیم، میام داخل همین پرانتزمون بهش ورودی میدیم، پارامتر میدیم. چی میگیم؟ مثلا میگم نام یک رو بیا از کاربر بگیر. خودت نام یک و نام دو رو نداری به صورت پیش فرض، ولی کاربر میواد و نام یک و نام دو میتونیم هر مقداری که دلمون بخواد میتونیم بهش پارامتر بدیم، محدودیت از قبیل نداره. و میتونیم بیایم اینجا بگیم که این توی این قسمت اینا رو هم برمی‌داریم و داخل اینجا میگیم نام یک رو با نام دو جمع می‌کنم مثلا داخل سام. ما که نام یک و نام دو هنوز مشخص نکردیم. گفتم که دوستان نام یک و نام دو ما خودمون بهش میدیم، یعنی میایم اینجا میگیم آقا نام یکه. یعنی من اگه بیام اینجا نگه دارم یا اگه اینترنت سنس البته کمک کنه،
یه بار اینو پاکش میکنم بیدم کمک میکنم که بسنید my function. خب نه ظاهرا کمک نمیکنه. میاد و داخل اینجا باید مینوشت که این فانکشن که شما دارید دو تا پارامتر دریافت کنید. حالا این تنسنس ما کمک نکنید اشکال نداره. داخل اینجا دو تا پارامتر داریم، یکی نام یک، یکی نام دو. اگه من اینو به همین شکل بیام ازش خروجی بگیرم چه اتفاقی میفته؟ در واقع من میخوره نان رو برمیدارم، این رو هیچی برمیدارم. یه تو باید دو تا فانکشن، در واقع دو تا پارامتر من بدی که هم بتونم بهت خروجی بدم. این پارامتر رو به من ندی، من که نمیتونم بهت خروجی بدم. راست هم میگی بنده خدا، خب بهش پارامتر نداری. این پارامتر اول بهش میدی مقدار 10، یعنی این مقدار 10 که ما اینجا گذاشتیم میاد داخل این نام یک. پس این نام یک الان اینجا مقدارش 10، 10 تا علاوه. حالا اگه شاید بگید اگه ما یه مقدار فقط بگیم، یعنی ما فقط مقدار 10 رو بیاییم بهش بدیم، چه اتفاقی میفته؟ خب همونطور که میبینید باز هم به ما همون مقدار نان رو برمیگردیم. در واقع باید بیاییم هر دوتا پارامتر رو بهش بدیم تا بتونیم خروجی بدیم. مقدار دوم که همون پارامتر دوم میگن به عدد مثلا 20، 20 رو بهش میدیم. و الان اگه از کارمون خروجی بگیریم این جواب ما برمیگرده، سی رو داره به ما برمیگرده همونطور که دارید میدونید. خب این هم از ورودی گرفتن یا همون پارامتر دادن هست. الان دو تا پارامتر دارید، یکی میشه تو پارامتر بهش بدیم یا میتونه پارامتر رشته باشه، فرق نمیکنه، حتما نباید عددی باشه، میتونه رشته باشه، آرایه باشه، میتونه به این شکل ازش استفاده بکنه. و مورد دیگه هم که در موردش وجود داره اینه که ما اینجا الان متغیر سام ایجاد کردیم دیگه، درست دوستان؟ یا مثلا توی این بالا که ما اسم متغیر دیگه درست کردیم، من میام اینجا یه متغیر میسازم، میگم که متغیر تحت عنوان هلو و داخلش می‌نویسم هلو یه خالی و اینم میام دیگه کامنتش میکنید دیگه نه نمیخواییم. یه میگه my function، دوتا ورودی هم دریافت میکنه و برای کلمه هلو میتونیم بیاییم بگیم که اینو برمیداریم. ما الان نمیخواییم فانکشن اونو صدا بزنیم، در واقع به این کارمون میگم صدا زدن فانکشن که اجرا بشه. و زمانی هم که ریترن میشه یک فانکشن، اون فانکشن دیگه آف میشه، تموم میشه، خاموش میشه، دیگه از کار میفته، کارشو تموم کارشو انجام داده دیگه، یه خروجی بعد میداده که اون خروجیه داده. اگه دوباره صداش بزنیم استارت میشه و زمانی که ما اون استارت رو میزنیم تمام این کدو اجرا میشن و زمانی هم که ریترن میشه آف میشه. خب ما میام اینجا بهش میگیم که میخوایم از از هلو میخوایم استفاده بکنیم، این هلو رو میخوایم برای ما نمایشش بدی. متغیر ساختیم به اسم هلو دیگه، خب میخوایم الان به ما نشون بده، گفتیم اینو داخل اینجا نشون بده، ساختیمش دیگه. اگه الان خروج بگیریم فکر میکنی چی نشون بده؟ اما هیچی به ما بر نمیگردن همونطور که میگیم. من داخل این اسپکت هم که اینجا بیام بگیرم و من بیارمش بگیر این حالت این هم ببندیم، هیچ اینجا ما بر نمیگردونه. توی کنفیگ چه خبره؟ یا آقا من هلو رو پیداش نمیکنم، در واقع هلو دیفاینه، تعریف نشده. یه چیزی که تعریف نشده چطور میتونم بهتون نشون بدم؟ آقا ما که تعریفش کردیم، اینجا نوشته، این خودمون نوشتیم let hello، این hello رو ما اینجا ساختیم، پس چرا اینجا نمیتونی پیداش بکنه؟ به خاطر اینکه داخل بلوک فانکشنمون قرار داده. در واقع این متغیر الان یک متغیر محلی هستش، یک لوکال وریبل هستش که فقط داخل این بلاک کد قابل دسترسی هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا بیایم اینجا بگیم این هلو رو برای ما نمایشش بده، ریترن کن هلو رو، یا بهتر بود که از این دابلیکیت بگیم به این شکل. این هلو رو اینجا برمیداریم و میذاریم داخل اینجا و این پارامترش هم فعلا برمیداریم از اینجا، یا اشکال نداره بهش پارامتر هم میدیم. میگیم که my function رو برای ما صدا بزن و حالا تو ورودی هم بهش میدیم مثلا 10 و 20. 10 و 20 باش کاری نداریم فعلا.
دو تا ورودی میگه ولی کاری انجام نمیده. میخوایم این هلا رو به ما نشون بده، ببینیم چی نشون میده نشون نمیده. خب همونطور که میده به ما نشون میده هلا. خب این به خاطر این هستش که این متغیری که ما ساختیم داخل این بلاک کد قرار داره، در واقع فقط توی همین بلاک کد قابل استفاده هستش، چون به صورت لوکال هستش. این به این خاطر هست. ولی اگه ما بیایم اینجا یه متغیر بسازیم به اسم همین هلو، هیچ مشکلی ما اینجا باهاش نداریم، میتونیم بهش نگاه بدیم یا و هرچی و ازش استفاده میکنیم. یا کامنت میکنیم و این هلو را اینجا چاپ میکنیم داخل این HTML مون. ببینید دوستان الان داره این هلو رو به من اینجا نشون میده. این هلو در واقع مربوط به این نیستش، مربوط به این دفنس هلو یه دو که بدونید داخل این بلاک کود نیستش. خب بعد بیاییم و به این هم یک هلو یه دو اینجا مشخص کنیم که این در واقع از این متغیر هستش. بریم خروجی بگیریم، همونطور که هلو دو رو داره به ما اینجا نمایش میده که این مربوط به این متغیر هستش. این از این مورد. و مورد بعدی که میبینه این هستی که ما اگه این ریترن رو بیاییم مثلا اول کار نشونش بدیم، مثلا بیاییم اینجا بگیم آقا ریترن کنم، این ریترن رو اینجا قرار بدیم، اگه اینجا قرار بدیم چه اتفاقی میفته؟ همونطور که میبینید داخل خود ویژوال استودیو کد اینا به رنگ کم رنگ در اومده، یعنی که اینا دیگه کار نمیکنن. چرا؟ گفتیم که زمانی که ما داخل فانکشن از ریترن استفاده میکنیم فقط همون مقداری که ریترن کردیم کار میده و بعد از اون دیگه فانکشن جواب نمیده و فانکشن آف میشه، خاموش میشه دیگه کلا. پس این کد دیگه الان بلا استفاده نمیمونه. من اینجا اگه بیام از کارم هم یک خروجی بگیرم، بیام مثلا این الان به این شکل دیگه 10 و 20 بهش میدیم، مقدار 30 رو برای داخل سام قرار بده و این سام ما نشون بده. ما از کارم خروجی میگیریم، هیچی به ما اینجا نشون نمیده. میبینید دوستان این به خاطر این هست که ما این ریترن اینجا قرار دادیم، بعد ریترن رو بدونیم کجا قرار میدیم، در واقع بدونیم که چه موقعی و از ریترن استفاده بکنیم. الان مقدار 30 به ما برمیگرده چون که ما آخر سر اومدیم ازش استفاده کردیم. این موردی که میمونه در مورد ریترن بودش. و حالا شاید سوال برمی پیش اومده باشه آقا خب ما چه احتیاجی داریم که بیایم از فانکشن استفاده بکنیم؟ ما این خب بدون فانکشن هم میتونیم بیایم اینجا باید انجام دادید یه متغیر ساختید و ازش استفاده کردید، یه چه احتیاج داریم بیایم این همه دنگ و فنگ داشته باشیم؟ در واقع فانکشن میاد این کمک رو به ما، در واقع میاد به ما این کمک میکنه که ما یه بار کدامون رو مینویسیم و 100 بار 1000 بار از اون کدا میتونیم استفاده کنیم. فقط کافیه که بیایم اون فانکشنمون رو صدا بدیم، هر جای کدا میتونیم بیایم اون فانکشن رو صدا بدیم و ازش استفاده کنیم. و همچنین میتونیم پارامترش هم تغییر بدیم. هر بار مثلا من اینجا گفتم فانکشن پارامترهای 10 و 20 رو بگیره، میام 20 خط 30 خط 100 خط کد پوینترش بهش میگم که آقا این فانکشن رو یه چی دیگه نشون بده. این فکر که من میتونم بیام اینو بردارم از اینجا و بیام این پوینتر مثلا با خطور نویسیم. الان نیاز میشه که ما بیام دوباره همین خدا رو بنویسیم. حالا ما بکنیم همین خدا را توی پروژمون چندین بار استفاده کنیم، هم خدای کسی که داریم در واقع کد نویسی کسی گفته میشه و همین که کد های زیادی ما نویسیم فلوق میشه، خدامون فلوق میشه. و خب این خوب نیست، راندمان تکنیکشن نیست. میتونیم بیان دوباره از همون فانکشن استفاده بکنیم، بگیم که بیان دوباره این همه کد خاص، حالا این حالا یه جمع ساده است، مثلا یه سیگنیچر اگر بگیم یه فانکشن می‌سازیم برای زمانی که مثلا یه صفحه لود شد، بیاد یه سری کارهای انجام بده، مثلا بیاد احراز هویت انجام بده، بیاد یه سری صفحات رو اجرا بکنه، یه سری اعتبار سنجی رو انجام بده. مثلا صد خط رو داخل فانکشن می‌گیم که این صد خط در واقع اون صد خط کد رو بیان دوباره هر جای کد رو بنویسیم. خب این کد نویسی کثیف گفته میشه. حالا جلوتر بهتر متوجه میشیم چقدر این فانکشن ها مهم هستن و از اهمیت خیلی خیلی بالای کلا توی برنامه نویسی برخوردار هستن. پس این مباحث حتما یاد بگیرید، اگه یاد نگرفتید حتما
در مورد اون تحقیق کنید، سرچ کنید، تو همین کامنت ویدیو سوال بپرسید، هر سوالی که داشتید، هر جایی که مشکل داشتید بپرسید. تو این فانکشن ها اینطوری بگم که تو زمانی که شما برنامه‌نویس هستید قابل استفاده و نیازه. این از این مورد. خب من میام الان اینجا و بعد از اینکه اینو نمایش داد میگم حالا دوباره داخل این بیا مثلا یه موقع دیگه مثلا میتونی بیان حتی یک تاگیتی دیگه رو اضافه کنیم مثلا دموی دو میخوام بیام داخل دموی دو یکی دیگه رو میکنم مثلا بیام بگم که بیام مقدار 88 رو به مقدار 20 بزنم بگم و بگم داخل دموی دو این رو دوستان من الان دوست هم فانکشن رو استفاده کردم خیلی بگم مثلا خوبی میگم و مقدار چی رو داره من برمیدم باید الان بکنه شده این رو برنه برنده الان بین دیگه نیسته را هایی دیگه نیسته چرا این تارق نداد این واقع مشکل حل کنی فانکشن ما دو تا پارامتر میگیره به این که جمعش میکنه متغیر هلو متغیر هلو کاریش نداره فعلا این رو برسان در میگردونه و میگم که این سی آها ما آمده دوباره اینجا گفتیم نظر هلو رو بیرام نشیم اگه بیرام الان اینجا اکبر مخصوی رو بگیریم در واقع این مستق بگیریم و دفعه کنسی میگم که نیسته هلو ایز نات بیپن هلو رو من نمیشنم این در واقع هلو رو بکنم این رو کامنتش میکنیم و الان اکبر مخصوی بگیریم اگه بیرام برطرف شد و مقدار کار هایت ها این دیگه ما دارم نمید برای دیشون فانکشن ها از اهمیت خیلی خیلی زیادی دست و توی برنامه‌نویسی از اهمیت بالایی دارم. امیدوارم که مطالب این جلسه به صورت کامل و عالی یاد گرفته باشید. به جلسه آینده که در مورد آبجکت ها هستش شما به خدای بزرگ می‌سپارم.